با درود، خوبین، خوشین، سلامتین. این فیلم رو این بغل هست عکسش. زندگی با یک آخوند از دید همسر سابقش. واقعا راست میگه، اون موقع که بچه بودیم همه تون حتی شنیدین، میگفتن این جماعت کثیف به خاطر اینکه روشون تو روی هم باز شه، روشون بشه برای مردم حرف بزنن، پا منبر برن، اینا دو نفر سه نفر تو این حجرهایی که میخوابن، تو این اتاقک هایی که تو حوض علمیه میخوابن، همش با هم دیگه حال میکنن، مرد و نه اینکه یکی دختر، برای همین پر رو هن. یا میرن تو بشکه. این علکی نیست واقعا. خب اگه علکی بود انقدر فراگیر نمیشد. آقا اینا میرن تو بشکه که پر رو بشن، که ترسشون بریزه. الان این خانومه از زندگی یه آخوند میده. شما مصباح یزدی رو نمیدونم شنیدین یا نه. مصباح یزدی تا آخر اون با رانندش رابطه داشته، با نمیدونم کیکیش رابطه، همه اینا مرد. این جماعت با زن مشکل دارن. الان طالبان مثلا فیلمش در اومده، طرف میگه خدا رو شکر ما پارکی که درست کردیم تمام برادران راحتن، بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه، بدون اینکه، یا مثلا بچه ها رو میارن، پسرها رو میارن براشون میرخصن، مشکلی نیست، خدا گفته، قرآن گفته. ولی اگه یه دختری بیاد، یکی بیاد یه جاش معلوم باشه، اینا اون گناه داره. حالا ببین، این اصلا قیافه هاشون زشته، برای همین کاراشونه. شما نگاه کنین خانم بدبخت چی میگه به مادر خانومش، نظر داشته به تمام دخترها و زنای فامیل، نظر داشته. باور کنم که اسلام برای زن احترام قائل. ایام محرم و سفر دهه فاطمیه و و و تبلیغ میرفتن، پشتش نماز میخوندن، ولی یک بیمار جنسی بود که مادر من که مادر زنش محسوب میشد رو. شما تو پایگاه بسیج که برین همه پسرن دیگه، پسرهای به سن بلوغ رسیده، ریشهای کرک و پشمی زشت، اصلا قیافه های زشتی دارن این حزب الله و این بسیجی ها. نگاه کنین همش انگشت تو کونه هم میکنن. ببخشید اینجوری میگم، ولی راحت گفت. اینا براشون عادیه. حالا یه دختر بیاد رسی یه خورده فکلش بیرون باشه، میگه آو این ما رو تحریک کرد. با همه چی هم تحریک میشن، از پریز برق بگیر، از قار بگیر، از هر چی که سوراخ توش داره، اینا تحریک میشن. ببخشید دارم اینجوری میگم، واقعیت اینا خیلی کثیفن. واقعا باید مواظب بود نزدیک این جماعت نشد. حالا بقیه اعصابم خورد شد، اینو من گوش دادم. به چشم یک حالا تومه برای خودش میدید ازم همسران اقوام رو. من با یه موجودات کثافت اینجوری زندگی کردم. شما ببخشید قصهش قطع میکنم که بعدا یوتیوب مشکلی چیز پیش نیاره. شما نگاه کن تو قرآنش اومده حضرت داوود و نمیدونم از زن فرماندهش خوشش اومده، طرف رو میفرسته بره به جنگه که بتونه با زنه حال کنه، بعد زنه حامله میشه، میگه داوود یا سلیمان، نمیگه کدوم این دوتا، من حامله، میگه ای خب پس اینو میفرستم جلوتر که اونجا بکشنش که گندش در نیاد. بعد ما میگیم پیامبر بوده این بابا. همشون همینه. و همیشه با قرآن کوبیده شد تو سرم که قرآن به من اجازه داده، قرآن گفته فلان رو بکن، قرآن گفته زن باید تنبیه بشه، قرآن گفته هیچ. من خودم 3 سال جامعه زهرا درس خوندم، خدا رو گواه میگیرم یک کلمه نتونستم بیاموزم از اون جامعه زهرا، اینا یک چیز بیاموزم که به من این حس رو القا کنه که بابا اسلام برای زن حرمت قائل. آقا اینم دیگه کجا حرمت قائله؟ اولش که اسلام نبود این عربا میزدن دخترشون رو زنده به گور میکردن، بعدم که اسلام اومد گفتن کم کم میتونی 4 تا زن بگیری، از خود پیغمبرش بالای 20-30 تا زن داشت، تا امام حسن که داشت با فتحعلی‌شا رقابت میکرد و الا ماشاءالله، اون آخری هم که هنوز غیبه، معلوم نیست دیگه چه بلایی سر مردم آورده بود. اگر هم اسلام 1% باور کنم که اسلام برای زن احترام قائل و حرمت قائل، اینهایی که الان هستن کسایی نیستن که این حرمت رو به زن جامعه ما برگردونن. برای همین احساس میکنم ما خودمون باید به داد خودمون برسیم. خودم باید از خودم دفاع کنم، در غیر این صورت مثل گوشت قربونی که این جامعه باید فدا بشن. برای همین احساس میکنم که از قرآن و اسلام و دین و مذهب دستاویزی درست کردن برای تنوع طلبی هاشون، برای کثافت کاری هاشون و و و و و
حتی این اواخر دیگه خود وزارت اطلاعات ما که با این خواه شما این چند وقت پارسال بود دیگه گند باجن آقا در اومد، یارو با باجن آقاش حال میکنه، اون یکی تو اتاق دخترش برادر زنشو میبره، یا برادر زنه داشت کونه داماده میذاشت یا داماده داشت کونه برادر زن، این جماعت هم بعد میومدن بیرون. شغلت چیه؟ رئیس حوزه عفاف و حجاب استان گیلان. بابا تو که نیم ساعت پیش داشتی کونه برادر زنت میذاشتی، پران زینبی که تشکیل داده اینا یعنی چی؟ غیر از اینه که آقای ایکس و ایگرک و فلان و نمیدونم تبری و امثال هم که یه جای مهر داغ مهر پیشونی رو دارن، اون وصله های رو پیشونیشون، اینا چرا باید انقدر؟ الان چین، ببخشید خط کرد، چین یه دستگاه اختراع کرده مهر داغ کنی برای روی پیشونی. شما نگاه کنین چینی ها همه چی دارن میزنن برای ماها، سجاده زده داری نماز میخونی فینگرتاچ هم هست، میزنی قرآن میخونه، میزنی دعای بعد چی میخونه، نماز یادت میره تق میزنی رکعت چندومه. الان هم که یه چیزی اختراع کردن که سر میپیشونی تو میچسبونی بهش، چند ثانیه بعد جاش میمونه، طرف میگه بابا یارو 30 ساله داره عبادت میکنه. پیشونیاشون هم که دیدی به قول محمد حسینی، آقا کسی که سجده میره اینجاش باید یه نمه جاش بمونه، شما چرا اینجاتون چی کار میکنین؟ راست میگه، اجرا کرد این شاسیشون رفته بود تو هوا، مورد دارن دیگه، یه کارایی میکنن دیگه، توسوان باشن. نمیدونم داستان سنای زعفرانی رو شنیدین یا نه، و اصلا تحمل شنیدنش رو دارین یا نه، که من به عنوان سند اینجا وایساشو بذارم و گوش کنید. نه ببینید جامعهمون رو کثافت گرفته. اگه کسی چیزی در مورد این سنای زعفرانی میدونه برای من کامنت کنه یا ایمیل کنه یا فیلمی اگه داره بفرسته ما نشون بدیم دربارش صحبت کنیم. لجن گرفته با اسم دین و اسلام و قرآن و شرع، و من حالم از دین، قرآن، اسلام به هم میخوره. اگر میخواد کسی ناراحت بشه مهم نیست، چون من آسیب دیدم. من 16 سال از زندگیم فدای همین دین و اسلام و شریعت شد، شریعت خود ساخته که دارن ازش استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای رسیدن به اهداف شومشون، و نظام کثیف‌تر از کثیفمون هم که دارین میبینیم، همه با نام اسلام و دین و شرع و نمیدونم تحت عنوان ولایت فقیه دارن چپاول میکنن، غارت میکنن، پاسخو به هیچ جایی هم نیستن. چرا چشامونو ببندیم؟ چرا چشامو ببندم و سمون بکمون بشینم نگاه کنم و بگم قرآن یه چیزایی به من یاد داده؟ چی به من یاد داده؟ به من یاد داده که خودم دفاع کنم؟ به من یاد داده برم توی دادگاه وایسم و بگم نه، قرآن چی یاد میده؟ فقط همسرانتون رو بزنین. حالا کاری ندارم الان برعکس شده، همسران شوهرانشون رو میزنن، ولی در کل همسرانتون رو بزنین، هر کی مسلمون نبود میتونین باهاش هر کاری بکنین. قرآن کی حرف خوبی است؟ بعدم همه اینا الکیه، قرآن و انجیل و اون تورات و همش یکیه، داستاناش خوره عوض کردن، این میگه حضرت سلیمان، اون میگه پادشاه سلیمان، این میگه نمیدونم عیسی زد این ور گوشم، اون میگه عیسی گفت نزن این ور گوشم، همش یکیه. این زنه الان تازه رسیده به این داستان. آقا منو به زور به این آقا دادن، این آقا به عنوان یه متجاوز جنسی محسوب میشه، در حالی که میدونه من هیچ تمایلی به ازدواج با این آقا ندارم. میتونم برم بگم آقا این آقا منو شب و روز کتکم میزنه، من دارم کار میکنم و اون میخوره پدرمه، من دارم کار میکنم و اون میخوره پدرم، دارم داره خرجشو میده. حالا من تنها ویدیویی که داشتم ازش همین بود، ولی همینه دیگه، مردم هم نباید گول بخورن، ای برن بگن امام حسین شفا داد، امام رضا شفا داد. اینا اگه این کاره بودن با یه دونه انگور همشون رو نمی‌کشوندن، یکیشو که زدن اون با شم، دوتاشون رو با شمشیر زدن، بقیه هم از دم با یه تیکه انگور کشوندن تموم. اینا این کاره نیستن. تا دیدار دیگه، بدرود.